کنفرانس جوامع ایرانیان در بیش از 1000 نقطه در اروپا، آمریکا و کانادا. پنهانکاری مجرمانه آخوندها، وحشت از قیام مردم و گسیل زحمتکشان به قربانگاه کرونا. سخنرانان نمایندگان پارلمان انگلستان دیوید جونز، توبی پرکینز، باب بلکمن، سر آلن میل. شخصیت‌ها و نمایندگان پارلمان آلمان اوتو برنهارد، توماس نورد، مارتین پاتسلت و دولت نوروزی. محکومیت بازگشایی مشاغل و عملکرد مجرمانه آخوندها در شیوع غیرقابل مهار کرونا، فراخوان به آزادی بی قید و شرط زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی. در ایران کرونا و آخوندها یک جبهه متحد علیه مردم تشکیل دادند. راه حل سرنگونی نظام آخوندی است. عصر روز شنبه 30 فروردین به دعوت جوامع ایرانیان مقیم آلمان، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، کنفرانسی پیرامون بحران کرونا در ایران و وحشت رژیم از قیام مردم برگزار شد که هموطنانمان از بیش از 1000 نقطه در آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی آلمان، انگلستان، فرانسه، هلند، بلژیک، سوئیس، ایتالیا، اتریش، دانمارک، فنلاند و رومانی به طور زنده و از طریق اینترنت به آن وصل شده بودند. در این کنفرانس که با مدیریت زلال حبیبی برگزار شد، خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان و همچنین شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی از آلمان و انگلستان، از جمله اوتو برنهارد، عضو هیئت رئیسه بنیاد کنراد آدنائز، توماس نورد و مارتین پاتسلت، نمایندگان پارلمان فدرال آلمان، نمایندگان پارلمان انگلستان دیوید جونز، نماینده ارشد و وزیر پیشین امور ویلز در دولت انگلستان، توبی پرکینز، وزیر سابق سایه در پارلمان انگلستان، باب بلکمن و سر آلن میل، نماینده افتخاری مجمع پارلمانی شورای اروپا از انگلستان و همچنین نمایندگان جوامع ایرانیان مقیم آلمان و کانادا سخنرانی کردند. سخنرانان این کنفرانس تصمیم رژیم آخوندی برای بازگشایی مشاغل و روانه کردن مردم به قربانگاه کرونا را جنایت علیه بشریت دانستند و پنهانکاری مجرمانه خامنه ای و روحانی در مورد شیوع فاجعه بار کرونا را به شدت محکوم کردند. سخنرانان همچنین نسبت به شیوع کرونا در زندانها و خودداری رژیم آخوندی از آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی هشدار دادند و با تأکید بر ضرورت اعزام هیئت بین المللی به ایران، خواهان وادار کردن رژیم به آزادی تمامی زندانیان برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی در زندانها شدند. دیوید جونز، نماینده ارشد پارلمان و وزیر پیشین ویلز در دولت انگلستان، نخستین سخنران این کنفرانس بین المللی بود. وی در سخنان خود گفت: Now the response of to the virus of most of the western countries has followed a pattern. در حال حاضر پاسخ به ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای غربی از یک الگو پیروی کرده است. با تشویق شهروندان به رعایت فاصله فیزیکی، از جان آنها حفاظت کنید. همچنین محافظت از آسیب پذیرترین افراد و بیان جدیت تهدید این بیماری همگیر و کوچک نکردن این تهدید که جان مردم را به وسیله این ویروس تهدید می کند. با این حال تنها یک حکومت از این الگو پیروی نمی کند و آن رژیم ایران است. However, there is one government that is not following this pattern, and that is the Iranian regime. آنها چندین هفته خبر انتشار ویروس در ایران را به خاطر سالگرد 22 بهمن و انتخابات مجلس پنهان کردند و پروازها از چین به ایران را متوقف نکردند. از ابتدای اپیدمی در ایران، رژیم در بالاترین حد خود
از جمله خامنه ای و روحانی سعی در پایین آوردن این مسئله داشتند و سعی کردند تا مردم ایران را متقاعد کنند که آنها آمادگی خوبی دارند و هیچ چیز برای نگرانی وجود ندارد. همه این اقدامات و دروغ‌ها منجر به مرگ بیش از 30,000 بیگناه شد. With the consequences we've just heard that more than 30,000 Iranians have died. And to make matters worse, the regime has sought to use the catastrophe of the epidemic as an excuse to آنها در تلاشند از این اپیدمی به عنوان بهانه‌ای برای برچیدن تحریم‌ها استفاده کنند. این رژیم اهمیتی برای جان مردم ایران قائل نیست. آنها تنها به فکر حفظ قدرت خود هستند و آماده هستند تا همه چیز را از جیب مردم ایران بپردازند. دیوید جونز در ادامه سخنان خود تاکید کرد که هر گونه کمکی به این رژیم در خدمت صدور تروریسم و جنگ‌افروزی و حمایت از شبه نظامیان مزدور رژیم در کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت که به کشته‌ها و ویرانی‌های بیشتر منجر خواهد شد. دیوید جونز در پایان افزود: The British government and other Western governments should be imposing sanctions on that regime and its affiliated groups. We should not be financing a regime that murders its own people and wages illegal proxy war throughout the Middle East. Rather, we should support the wish of the Iranian people to be free once again. And in that regard, we should give support to the only legitimate democratic opposition in Iran, the NCRI, and the 10-point plan of Madam Maryam Rajavi, which I believe offers the best hope of restoring to the Iranian people the freedom that they so clearly and so understandably desire. دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان طی سخنانی ضمن قدردانی از شخصیت‌ها و هموطنان شرکت کننده در این کنفرانس گفت: خامنه‌ای و روحانی در یک پنهانکاری جنایتکارانه از روز اول به دلیل اینکه برگزاری مراسم فرمایشی 22 بهمن و همچنین برگزاری نمایش انتخابات مجلس آخوندی رو به مردم حقیقت رو به مردم نگفتند و صرفاً در روز اول اسفند یعنی شب انتخابات فرمایشی از مرگ دو نفر در قم خبر دادند. این مهمترین دلیل برای شیوع گسترده کرونا، این ویروس وحشتناک و کشتار مردم در ایران بود. در حالی که در کشورهای همسایه ایران که از شرایط اقلیمی مشابهی برخوردارند، ابعاد فوت شدگان حتی طبق آمارای حکومتی خود رژیم 50-100 برابر کمتره. شورای ملی مقاومت در همین رابطه اسنادی رو چند هفته پیش منتشر کرد که بیمارانی که مبتلا به کرونا بودند حداقل از 5 بهمن در بیمارستان‌های تهران بستری شده بودند. به راستی که این جنایت بزرگه و مسئولان اون که خامنه‌ای، روحانی و سران سپاه پاسداران هستند باید محاکمه بشن. طبق منابعی که مقاومت ایران تا امروز تونسته از بیش از 290 شهر به دست بیاره، بیش از 31,500 نفر آمار جان باختگان مردم ایران بوده و قریب به 1,000,000 نفر به این ویروس کشنده کرونا مبتلا شدن. آخوند روحانی به دلیل اینکه این رژیم نمیخواد قیمت تأمین معیشت مردم و مینیموم های نیازهای درمانی اونها را حل و فصل کنه، به اونها فراخوان بازگشت به شرایط و وضعیت کاری و شرایط عادی داد و اینکه به ادارات و به کسب و کار بازگردند. این اقدام جنایتکارانه با موج جدیدی از انتشار این ویروس و کشتار انبوه در میان مردم ستم دیده و محروم ایران منجر خواهد شد. تا الان صدها تن از زندانیان در زندانهای مختلف کشور به ویژه به دلیل شرایط کاملا غیر انسانی و ضد بهداشتی به ویروس کرونا مبتلا شدند و متاسفانه در اثر عدم رسیدگی های رژیم جان باختن. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها به جامعه بین المللی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانیان به ویژه وثیقه
به جامعه بین المللی فراخوان به آزادی سریع و هرچه زودتر اونها شده و همچنین خواهان اعزام هیئت تحقیق مستقل بین المللی به زندانهای رژیم برای مطلع شدن از وضعیت زندانیان شده. ما همچنین از مردم ایران به ویژه از خانواده ها، بستگان، دوستان و آشنایان زندانیان سیاسی و مردم ایران درخواست داریم که تا آزادی زندانیان سیاسی از تلاش ها، از اعتراضات و از هر گونه شورش دست بر ندارند. مقاومت ایران بارها اعلام کرده که دارایی های به سرقت رفته مردم ایران به ویژه در سپاه پاسداران و بنیادهای تحت کنترل خامنه ای و آستان قدس باید از چنگ آخوندها در بیاد و در خدمت بهداشت، درمان، معیشت و سایر نیازهای عاجل مردم ایران اون هم در این شرایط بسیار خطیر قرار بگیره. این بنیادها شامل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان خمینی ضد بشر، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، کمیته امداد خمینی، قرارگاه به اصطلاح سازندگی ضد خاتم الانبیا و شمار دیگه از مؤسسات رژیم هستند که تا به حال طی این 4 دهه اموال مردم ایران رو غارت کردند. شاید بگم بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه ها و پول و منابع مختلف مالی مردم ایران تحت کنترل خامنه ای در این بنیادها بر روی هم انباشته شده که هیچ گونه مالیاتی هم نمیدن. این مؤسسات به سادگی میتونن هزینه کارگران، زحمتکشان و اقشار محروم دیگه مردم ایران رو برای ماها تامین کنن بدون اینکه مجبور باشن به سر کار برن و در معرض این تهدید و این وضعیت فاجعه بار قرار بگیرن. با هر معیاری در جهان، فاجعه جانگداز کرونا یک جنایت بزرگ آخوندها در میهن در زنجیر در ایران است. انتخاب مردم و فرزندان دلیر ایران، انتخاب کانونهای شورشی، دانشگاه‌ها و شهرهای شورشی، زندانهای شورشی، همونطور که بارها در شعارهاشون گفتن، یک بار دیگر این است که مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، ویروس کرونای ولایت، عامل قتل ملت، خامنه‌ای سرنگون و حکومتش واژگون. پیش به سوی ایران آزاد، پیروز باشید، درود بر همه شما. بین‌المللی آلمان، اوتو برنهارد، معاون پیشین وزیر در دولت آلمان و عضو هیئت رئیسه بنیاد کنراد آدنائر آلمان بود. سلام ایران، سلام اشرف. Ich freue mich, dass ich als Vorsitzender des deutschen Solidaritätskommuniqués für einen freien Iran heute Gelegenheit habe. Sie dort etwas Tolles aufgebaut haben. Mein Respekt an all die, die in Ashraf 3 so Tolles geschaffen haben. Wir, liebe Freunde, sind einen langen Weg gegangen, gemeinsam. Unser Ziel bleibt, das grausame Mullah-System zu beseitigen. Wir haben manches erreichen können. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass es gelungen ist, die über 3500 Oppositionellen in der irakischen Enklave in sichere Staaten zu bringen. Dies war eine große gemeinsame Tat. Während der gesamten Zeit, in der wir gearbeitet haben, hat das Mullah-Regime ständig an Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Und jetzt ist etwas in Iran passiert, was in fast allen anderen Ländern der Welt auch passiert, die Corona-Krankheit. Und die Reaktion des Regimes ist unmenschlich. Man hat praktisch ohne Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vor wenigen Tagen verkündet, der Alltag beginnt wieder. Das heißt, die normale Bevölkerung im Iran ist diesem Virus ausgeliefert ohne Schutzmaßnahmen und Ähnliches. Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Das heißt, die Bevölkerung kann nichts von der Regierung erwarten.
Jetzt möchten die Mullahs neue Gelder haben, um mit den aktuellen Problemen fertig zu werden. Ich sage als Ökonom sehr deutlich, das sollten wir nicht tun. Der Iran hat genug Geld. Die Mullahs haben auf den religiösen Stiftungen viel Geld, nicht zuletzt das, was sie bekommen haben, als ein Teil der Sanktionen aufgehoben wurden. Aber was haben sie mit dem Geld gemacht? Nicht das Gesundheitswesen ausgebaut, nicht etwas für die Bevölkerung gemacht, sondern sie haben im Wesentlichen Terrororganisationen in anderen Ländern tatkräftig unterstützt. Und es stimmt nachdenklich, dass der Direktor des obersten Rechnungshofes im Iran, Adel Assa, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass fast 5 Milliarden Dollar fehlen. Das heißt, mit anderen Worten, dieser Betrag dürfte in der Korruption des Mullah-Systems verschwunden sein. Vor diesem Hintergrund ist es unverantwortlich, neue Mittel dem Iran für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Wenn man der Bevölkerung im Iran wirklich helfen will, dann muss man unter internationaler Kontrolle vor Ort eine entsprechende Arbeit leisten. Alles andere würde nur das unmenschliche Regime stärken. Lassen Sie mich abschließend betonen, meine lieben Freunde, es bleibt unser gemeinsames Ziel, das Mullah-Regime im Iran zu beenden, die Diktatur zu beseitigen. Wir sind auf einem guten Wege. Ich hoffe, dass wir dieses Ziel bald gemeinsam erreichen. Herzlichen Dank.